عرض درود و احترام دارم خدمت همه عزیزان با بخش دیگه ای از برنامه های کارگاه کتابخانه در خدمتتون هستیم. امشب در این برنامه قصد داریم که آخرین فصل از کتاب جادوی واقعیت نوشته ریچارد دافکینز رو همراه با مترجم کتاب جناب محمد کریم طهماسبی و با اجرای خوب خانم بدیعی کتاب رو به پایان برسونیم در واقع در این جلسه و جلسه دیگه هم خواهیم داشت برای کتاب که توی اون جلسه شما عزیزان میتونید حضور داشته باشید و همراه هم در واقع جمع‌بندی کتاب رو با هم داشته باشیم. اجازه بدید که من دعوت کنم ابتدا از هر دو عزیز که تشریف بیارن توی لایو تا برنامه رو با هم پی بگیریم. خب خانم درود، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه. سلام و درود به شما و همه دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه هر جا که هستی و تا انتهای برنامه ما رو همراهی بکنید. بله ممنونم. بله آقای طهماسبی هم درود به شما. جناب طهماسبی عزیز سلام به شما هم میشنید، خیلی خوش آمدید. خب موزه بخش آخر کتاب جادوی واقعیت، همونطور که خودتون گفتید معجزه است. کلا معجزه چگونه تعریف میشه؟ معجزه چیه؟ معجزه هر امر خارق‌العاده‌ای که از عهده پیامبران برمی آمده و آدم‌های معمولی نمی‌تونستن کار رو انجام بدن بهش میگفتن معجزه. توی زندگی روزانه ما همین امروز منظورمه، اتفاقاتی گاهن رخ میده که غیر طبیعیه، یعنی که غیر منتظر است، یعنی ناشدنی که دفعش تبدیل میشه شدن، تغییر میکنه و ما رو متعجب میکنه. ما اسمش رو میگذاریم معجزه، میگیم اوه این یک معجزه است، فقط میتونه یک معجزه باشه. هر اتفاقی که خلاف قوانین طبیعت باشه بهش میگن معجزه. توی فصل اول درباره جادو صحبت کردیم در فصل اول این کتاب و میان جادوی ماورای طبیعی و شعبده تمایز قائل شدیم. بالاخره این که امروز هیچ کس به جادویی که در مثلا قصه های شاهنامه اتفاق می افتاده نوشته شده، هممون می دونیم که دروغ بوده یا فقط یه داستان بوده، اعتقادی دیگه بهش نداریم و همه می دونیم که کدو تنبل فقط توی داستان سیندرلا تبدیل شد به کالسکه و در واقعیت همچین اتفاقی نمی افته. یا مثلا هممون می دونیم که یک خرگوش از یک کلاه به ظاهر خالی با ترفندهای حقبازی شدنیه ولی در حالت طبیعی این اتفاق نمی افته. اینا رو که می دونیم همش افسانه است یا غیر واقعیه، اما یه سری داستانهای ماورای طبیعی وجود داره که متاسفانه هنوز هم رو جدی می گیرن. مثل مثلا خواب دیدن. مثلا من دیشب خواب یک شخصی رو دیدم که خیلی معروفه ولی خب سالها بهش فکر نکردم. صبح بلند میشم و خبر فوتش به دست من میرسه. بعد اونجاست که من تعجب میکنم، میگم اینو من در خواب دیده بودم. چه اتفاقی افتاده؟ یه معجزه است یا یه جادوی یه چیز غیر طبیعیه. اینجور افسانه ها توی ادیان و مذاهب خیلی ما زیاد دیدیم، خوندیم، شنیدیم و این مقداری هم خب برای ما خیلی
غیر قابل باوره، عجیبه، میگیم چرا این اتفاق مثلا الان دیگه نمیافته. یه افسانه‌ای وجود داره که میگم اسمشو میذاریم معجزه. مثلا حدود 2000 سال پیش یک واعظ دورگردی یهودی بوده توی یه عروسی شرکت میکنه و شراب اون مراسم تموم میشه. میگه که خب برای من آب بیارید تا من اون آب رو تبدیل بکنم به شراب. بعد با اون قدرت مثلا معجزه آسای خودش آب رو تبدیل میکنه به شراب. حالا اونطوری هم که توی داستان میگن شراب خیلی خوبی هم از آب در آمده بوده. با این وصف خواستم توضیح بدم که اینجور افسانه ها ما خیلی زیاد داریم توی توی ادیان و مذاهب خیلی زیاد هستش اگه بخوایم مرور بکنیم. اما یه چیز دیگه هستش که چرا یک مسئله، یک موضوعی چگونه یک کلاغ چرا کلاغ میشه، چطور مثلا 3000 سال پیش 2000 سال پیش یک اتفاق رخ داده و این نسل به نسل انتقال داده شده، به در بزرگ و در بزرگ به فرزندشون گفتن، فرزند به پدر بزرگ به نوه گفته، همطور نسل به نسل تا امروز این ادامه داشته، به اینجا رسیده. و اینکه چطور شده که مثلا یک داستانی بدون تغییر به اینجا رسیده، هر چقدر این نسل ها گذشته این داستان های اضافه تر شده، کمتر شده، و این اون در اتفاقی که مثلا 3000 سال پیش 2000 سال پیش افتاده که الان برامون تعریف نمی کنن. مثلا یه مثال خیلی ساده ای بزنم، من الان یک موضوعی رو برای دوستم شرح میدم و دوست من همین موضوع رو میره به دوست خودش شرح میده، خب با اون کیفیتی که من شرح دادم که نمیده، که این مقداری اضافهش میکنه، انتخاب کلمات و جملات خیلی مهم هستش، اون رو تغییرش میده حالا به سلیقه خودش. همینطور بعد میبینیم بعد از 10 نفر دوباره به خودم این حرف رسیده، چقدر من تعجب میکنم، میگم او من که همچین موضوع رو اینطوری نگفته بودم، چرا این برعکس شده. حالا شما فرض بگیرید که یه جریان یا یه اتفاق کوچیکی در عرض 2000 سال مگر میشه که بدون تغییر باشه؟ به شاخ و برگ میدن یا شاخ و برگش رو میچینن. حالا میخواستم از شما بپرسم آقای طهماسبی، شایعه، تقارن و داستان هایی که یک کلاغ چل کلاغ میشه به چه صورت هستن؟ بسیار عالی. خب ما قبل از اینکه به این پاسخ، به این سوال بپردازیم، پاسخش رو مطرح بکنیم، قبل از اون یه نکته خیلی مهمی توی صحبتاتون بود و اون این بود که معجزه رو ما یه امر خارق عادت و در هم شکننده قوانین طبیعی در نظر میگیریم. تعریف بسیار مهمه و حالا در ادامه بحث همین فصل هم به هیوم میپردازیم، دیوید هیوم، و اونجا هم باز به همین تعریف میپردازه و این تعریف رو یک نقطه آغاز میذاریم برای کلن بررسی موضوعاتی که توی این فصل داریم. همین تقارن ها و اینها، خب طبیعتا خواب نباید به ما چیزی از آینده بگه، ولی چجوری هست که ما یه خوابی رو میبینیم و ممکنه براش اتفاق خاصی بیفته؟ همین خوابی رو که شما گفتی، خواب یه فرد معروف میبینیم، خواب یکی از بستگان رو میبینیم و بیدار که میشیم متوجه میشیم که اون فرد از دنیا رفته و خیلی شوکه میشیم. اما چیز جالبی که هست و این مسئله رو باید در مورد اخبار هم اطلاع داد، اینه که وقتی اتفاقی نیفته هیچ چیزی مطرح نمیشه و هیچ چیزی جلوه نمیکنه. و یعنی ما اینجوری نیست که خواب یه نفر رو ببینیم، بیدار بشیم، خواب رو هم به یاد بیاریم، ولی برای اون فرد اتفاق نیفتاده باشه و این برای ما جلوه بکنه. یعنی ما نمیگیم که من شب خواب فلانی رو دیدم، بیدار شدم ولی نمرد. این اصلا عجیب نیست، ولی این اتفاقی است که تقریبا هر روز ما اتفاق میفته. توی خواب هامون خیلی افراد مختلفی رو میبینیم که همشون هم فردا سر مورد گنده دارن زندگی خودشون رو میکنن، ولی ما به اون مسائل توجه نمی کنیم. ولی یک بار
این همه خواب میبینیم و این همه توی خوابمون شخصیت های مختلف هست، یه نفر رو میبینیم که برداشت خبر فوتش رو میشنویم. حالا چرا فقط در مورد فوت صحبت میکنیم، یه چیز خوب بگیم، یه دوستی رو خوابش رو میبینیم که خیلی وقت با هم تماس نداشتیم، برداشت بهمون زنگ میزنه، و چقدر خواب دوستای مختلف رو میبینیم برداشت هم هیچ کسی بهمون زنگ نمیزنه، ممکن اصلا گوشیمون زنگ نخوره برداشت، ولی نمیگیم که دیشب خواب فلانی رو دیدم و فرداش اصلا به هم زن نزد. زمانی برامون جلوه پیدا میکنه و توجه ما رو یه اتفاق به خودش جلب میکنه که خاص باشه و این همه فرصت داره، حالا یه بارش خاص به نظر میاد، ولی این دلیل نمیشه که حتما یک رابطه مستقیم بین این دو وجود داره و یه امر خارق عادت رخ داده، ما تونستیم واقعا آینده رو در خواب ببینیم، یعنی کاری که خواب نمیکنه، طبیعت خواب چنین نیست. و همچنین تقارن ها و شایعاتی که گفتید، این هم خیلی جالب هست. و یه نکته دیگه هم باز توی صحبتاتون گفتید که چرا ما امروز نمیبینیم کسی آب رو شراب بکنه، چرا ما امروز نمیبینیم کسی دریا رو نصف بکنه، چرا امروز یه اتفاق نمیفته، و اگر هم قولی هست که فلان جا فلان اتفاق افتاده، همیشه نقل قول از یکی دیگه است و نه تصویری همراشه، نه فیلمی همراشه، نه خودمون شاهد اینش بودیم. مثلا یه فرد خیلی معروفی هم که حالا اسمش رو نمیبرم توی تلویزیون ایران خیلی وقت پیشا میگفت که یه بابایی با بچهش میره توی حرم، فکر میکنم توی عراق، و دو طبقه بوده، بچهش از بالا میفته و این دستش اینجوری میکنه، بچه بین زمین و هوا معلق میمونه و همه شگفت‌زده میشن. بعد بهش میگن که چجوری شد که این اتفاق افتاد، میگه من توی عمرم از این سنی که خوب و بد رو فهمیدم، گفتم که هر کاری رو که خدا گفته نکن نکنم، و حالا یه بار گفتم که نیفت، اینجوری دستم اینجوری کردم، این اتفاق افتاد. پس حالا یه بارم این اتفاق حالا بر وفق مراد من شد، این همه به خدا هر چی خدا گفته بود گوش کردم، یه بارم اون حرف ما رو گوش کرد، یه اینجور داستانی رو میگفت. ولی و ادعا میکرد که در عصر مدرن در همون سالهای اخیر رخ داده، همین فردم که میگم بسیار معروفه و خیلی ما باش بزرگم شدیم، ولی خب همیشه این خاطره ها قضیه شایعه هست، یه طور سینه به سینه نقل شده، مثل توی اگر که بعض همون فردی که اینو نقل میکنه از اون بپرسید که خودت این رو دیدی، اون هم مثل مش خواستم توی جده جان ناپلون میگه دروغ چرا تا خر ما که خودمون نشنیدیم، ولی تمیدونم شگل نونوایی گفته، هر کسی که به پرسین نمیدونم برادرزاده خواهر چندونم کی اینو به هم گفته، و من واقعا به اون اعتماد دارم، هیچ کس شاهد عینی این بقایع نیست. و جالبه که هیچ وقت دیگه توی عصر حاضر که خیلی راحت هممون گوشیامون رو داریم و میتونیم چیزها رو بقایع رو ثبت بکنیم، دیگه این اتفاق نمیفته که آبی بشه شراب، دریایی نصف بشه، ماهی نصف بشه، هیچ کدوم از این پدیده های خارق عادت رخ نمیده. و اگر هم که ادعا بشه، همیشه همین ویژگی مشخاصم رو داره که ما به هر حال خودمون ندیدیم فلانی بهمون گفته. درسته. خیلی ممنونم از صحبتتون. خب حالا شیوه درست برای اندیشیدن به معجزات، ما باید چگونه فکر بکنیم و تشخیص بدیم که چه چیزی میتونه پشت یک جریانی باشه که برامون تعریف میکنه و برامون غیر قابل باوره؟ توی قرن 18 دیوید هیوم، همونطور که شما هم گفتید، یک نکته هوشمندانه ای رو درباره معجزات بیان میکنه. اون میگه که معجزه یه نوع انحرافیه توی قانون طبیعت، همونطور که اولش هم عرض کردم خدمت شما، اتفاقی که برخلاف قانون طبیعت رخ بده اسمش رو میذارن معجزه، یعنی فکر میکنیم که اون اتفاق حالا برخلاف
قوانین طبیعته. بعضی هاش رو که بررسی میکنیم میبینیم نه این یه دلیل علمی پشتش بوده. بعضی ها که خب اصلا کلا افسانه است، مثلا حرف زدن یک نوزاد چه میدونم 2-3 ماهه، اینا همشون خب غیر قابل انجامه، یعنی همچین اتفاق نمیفته اینجا. یا راه رفتن بر روی آب، تبدیل آب به شراب، از کار انداختن یا به کار انداختن ساعت فقط با قدرت ذهن، یا تبدیل مثلا قورباغه به شاهزاده. اینها نمونه های خوبی برای تخطی از قانون طبیعت هستند. اینجور معجزات برای علم آزاردهنده هستش، یعنی اگر اتفاق افتاده باشه یا میافتاد برای علم آزاردهنده می بود. پس به داستان معجزات باید چگونه واکنش نشون بدیم؟ وقتی که یک نفری یک موضوعی رو میاد برامون تعریف میکنه، من با اون نگاه منطقی خودم این رو غیر قابل باور میدونم، اینو چگونه باید تشخیص بدم، تمایز بدم؟ این هم پرسشه که هیوم به اون پرداخته و من میخوام که شما از قول هیوم بفرمایید که چه توضیحاتی دادن در مورد این. بله، داکینز در تبیین معجزه در درباره رویکردی که باید به معجزه داشته باشیم، همینجور که فرمودید به هیوم ارجاع میده و یه نقل قولی رو از هیوم میاره که به زبان بسیار سخیر و سختی نوشته شده بود و حقیقت زمانی که داشتم ترجمه میکردم خیلی زمان ازم برد که متوجه بشم چی گفته و خب باید جستجو میکردم و همچنین ادامه متن بود که بهم کمک کرد که فهمیدم که منظور هیوم چی بوده و ترجمهش چنین چیزی میشه که البته باز خواستم اون سیاق رو حفظ بکنم، این خیلی گویا نمیشه چون که باز به زبان کهنه یه جوری. برای اثبات معجزه هیچ شاهد، گواه، مدرکی کافی نیست مگر مدرکی که نادرستی آن معجزه آساتر از حقیقتی باشد که آن مدرک عزم به اثباتش دارد. یعنی چی؟ این خب خیلی پیچ در پیچ بود ولی بخوایم بیانش بکنیم با یه مثال خیلی خوب بیان میشه که ما یه دوستی داریم و دوستمون میگه که ما توی یک مهمونی بودیم، شراب تمام شد، آب رو آوردن، اون یه نفر دیگه اومد اون آب رو تبدیل به شراب کرد. خب ما میدونیم که همون باز تعریف معجزه، همونجور که در اول بحث گفتید و همونجور که هیوم گفته، چیزی که خلاف قواعد طبیعت باشه. مولکول های آب H2O و حالا یه سری اضافات و کاستی ها داشته باشه و بر اساس اینکه آب رو از کجا گرفتیم چه املاحی داره و اینها، ولی یهو توی اون الکل تولید نمیشه و یهو رنگش قرمز نمیشه و به شراب تبدیل نمیشه دیگه، اون خیلی بالاتر از اونه و این یه چیزی هست که خلاف طبیعته و ما فرض میکنیم که اون مدرکی که داریم، همون حرف دوستمون یا این گواه، اصلا مولای درزش نمیره. ما به این دوستمون خیلی اعتماد داریم، ما دوستمون رو از چشممون بیشتر بهش اعتماد داریم، ولی خب پذیرفتن این راحت تره که دوستمون که خیلی بهش باور داریم، خیلی بهش یقین داریم، اون دروغ گفته باشه یا خیلی صادقانه خیالاتی شده باشه و داره خیالات خودش رو بیان میکنه، یا اینکه اون اتفاق افتاده باشه. و میبینیم که خیلی پذیرش این که این دوست ما هر چقدر هم راست باشه، یعنی رد این که اون راست گفته باشه با همه راستگویی که همه عمر ازش دیدیم، پذیرش این خیلی ساده تر از اینه و معجزه کمتری هست نسبت به اینکه بپذیریم واقعا یک فردی توی یک مهمانی که اون حضور داشته اومده آب رو تبدیل به شراب کرده. این روی کردی هست که هیوم داره به معجزه و یعنی در واقع همیشه اینجوری میشه، این اتفاق میفته که این سوال باید برای ما پیش بیاد
آیا واقعا گواهی هست که بالاتر از قوانین طبیعی عمل بکنه؟ آیا واقعا این اتفاق ممکنه بیفته؟ آیا واقعا مثلا این هوای اشاره‌ای تونسته آبها رو از هم جدا بکنه؟ و یه داستان دیگه هم که تو این کتاب مطرح میشه و خب من بازگوییش هم یه کم مناسبت داره، چون که من یادم سالها پیش وقتی که بچه بودم توی تلویزیون ایران این رو به عنوان یک حقیقت و یک چیز مقدس نشون میداد. یه تک صخره‌ای هست شبیه دست که بهش میگن The Hand of Fatima یا دست فاطیما، که این مسیحیان خیلی بهش ارادت دارن. و خب حالا تلویزیون ایران هم همین رو گذاشته بود که حالا اون روستایی که رو به اون دست هست خیلی خوب پر خیر و برکت اون روست و خیلی آباده، و اون روستای پشت سرش این ویژگی رو نداره. و در مورد این هند آف فاطیما صحبت میکرد و یه بچه هست که یه خیالات رو مطرح میکنه با مردم و به اون کوه میرن که این دست روش هست، و یه عده ای ادعا میکنن که چیزی هم دیدن، که یک معجزه ای هم دیدن، که یه خورشید چرخی در آسمان زده و اینها. به هر حال اگر خورشید اینجور کاری کرده بود، مثلا فرض کنیم همه اون آدم ها آدم های خیلی پاکی اصلا از دروغ هم نباشن، حالا همشون هم. بعد اگر که خورشید اینجور کاری کرده بود، ما که تو ایران هستیم نمیدیدیم، یه تغییر رو احساس نمی کردیم، آیا یک تغییر مانایی نمی داشت که تا همین الان تغییر به این شگرفی؟ و اگر خورشید واقعا چند دور زده باشه، تغییر به این شگرفی آیا نباید که اثر مانایی بر زندگی ما داشته باشه؟ یه حالت هم این هست که بگیم که شاید همه اون افراد واقعا خیالاتی شدن، و گویا که به اون افراد که حالا به زیارت، بله این تو هم عکس هم میبینیم، به زیارت اون دست رفته بودن توی اون روز، بهشون گفته بودن که به خورشید خیره بشن. خب به خورشید خیره بشن و اینها باعث میشه که چشمشون اذیت بشه و یه چیزایی ببینن. حالا این به اون میگه، اون به اون میگه، حالا این تلقینات باعث میشه که حالا اون 7000 نفر یا هر تعداد افرادی که بودن شاید یک تجربه ای رو فکر بکنن که واقعا کردن. احتمال این که حتی این درست باشه خیلی بالاتر از این که واقعا خورشید چرخی در آسمان زده باشه. و یه چیزی که راحت تر از همه میشه تصورش کرد این که اصلا چنین واقعی رخ نداده باشه و حتی همین اون افراد هم خیالاتی نشده باشن، فقط چند تاشون اومده باشن این رو دست به دست کرده باشن و این باور جا افتاده، همینجور دست به دست شده و شایعه شده و کلاغ شده، تا اینکه به عنوان چیز پذیرفته شده، یک حقیقت پذیرفته شده بین اونها رایج شده. یه چیزی یادم اومد از آقای طاهری که این عرفان حلقه ترویجش میکنه. امشبم از شبکه اینترنشنال مثل که داشتم مصاحبه میکنم، یادم کسانی که کلاس شرکت میکردن، یه روز یه چند نفری رو اومد گفت که سکوت کنید، تمرکز کنید، الان فکر کنید که مثلا در یک طبیعتی هستید، یک اسبی هم داره اونجا حرکت میکنه و هوا خیلی آفتابیه فلان و اینا. بعد از 10 دقیقه گفت که حالا چشماتون رو باز کنید ببینم چه احساسی داشتید. خب از اون 10 نفر 8 نفرشون اومده بودن گفته بودن آره ما همچین چیز رو حس کردیم، همین چیزی که شما الان گفتید مثلا همین روایت بوده. یعنی میان فکر میکنن چشمشون حالا خیره میکنن به اون خورشیده، بعد میگن خب حالا چی دیدی، تو چی دیدی، من چی دیدم، همینطوری میشه یه داستان دیگه و میشه تبدیل میشه مثلا به یه معجزه یا یه جادو میشه. یادم اومد با این روایتی که توضیح دادید. حالا معجزه امروز و فناوری فردا، یه سری مواردی هستن که حتی بزرگترین دانشمندان هم هنوز پاسخ برش پیدا نکردن، اما این به این معنا نیست که به جای اون پاسخهایی که نمیدونن بیان یه سری مجهولات، مثلا یه سری عقاید کاذب یا جادو جنبل رو جایگزینش بکنن یا بهش متوسل بشن. چون تصور بکنید که مثلا یکی از انسان‌های قرون وسطا
بیاد و هواپیما رو ببینه یا لپتاپ رو ببینه یا موبایل رو ببینه، خب خیلی براش عجیب خواهد بود و میگه اینا معجزه است، از این مانیتور من میتونم با شما صحبت بکنم تصویری شما رو ببینم، یه معجزه است برای اون، ما برای طبیعی است برای اون، در حالی که این خب برای ما خیلی عادیه و عجیبی نیست، معمولیه. ما کار کردن ابزارهایی که خودمون ساختیم رو بلد هستیم و چون بلد هستیم دیگه پای اون جادو جنبل رو به میون نمیاریم. حالا راجع به این یه مقداری بیشتر شما توضیح بدید. همون اون باری که فرمودید فناوری امروز یه جوری معجزه دیروز بوده، ما واقعا نمیتونستیم تصور بکنیم، تصور میتونستیم بکنیم، حدی برای تصور نیست که واقعا میتونیم پرواز بکنیم، یه هواپیمایی رو بسازیم که با اون چند صد انسان در یک زمان خیلی کمی پرواز بکنه و به جای دیگه ای بره. ولی این کاری هست که هر روز داره انجام میشه، کاملا عادی شده و هر روز اون رو تجربه میکنه. این ولی این باز به این معنا نیست که هر چیزی رو که میتونیم تصور بکنیم بعدا بتونیم بهش دست پیدا بکنیم. یه چند تا مثال رو میزنه ریچارد داکینز که خیلی مثال های مهمی، یکیشون در مورد ماشین زمان هست. دست کم در واقع رفتن به گذشته چیز غیر ممکنی هست. یکی از گواه های خیلی خوبش هم اینه که ما هیچ کسی رو ندیدیم که از آینده بیاد. اگر که چنین چیزی ممکن بود، در هر زمانی آدم هایی دیده بودن که کسی از آینده اومده بود. و یه آزمایش جالبی هم استیون هاکینگ داره، یه چیز خیلی جالب و بامزه‌ای هست، اونم میتونید در نظر بگیرید. یعنی اگر که ما میتونیم خیال بکنیم که سفر زمانی ممکن باشه، به این معنی نیست که حالا هر چیزی که ازش امروز ناتوانیم فردا به یک با فناوری به یک حقیقت تبدیل بشه. همیشه حدود وجود داره. ماشین هایی که حالا کلا جاذبه رو نقص بکنن یا چیزهایی که بالاتر از سرعت نور حرکت بکنن، که اتفاقا همین حد بالایی که برای سرعت وجود داره که سرعت نور هست، یکی از چیزهایی است که حالا طبق نظریات استیون هاکینگ میتونه سفر به آینده رو، حالا به تعبیری سفر به آینده، نه در واقع واقعا اینکه ما یهو بریم به آینده سفر بکنیم، در واقع تجربه متفاوتی از زمان رو میتونیم باهاش تجربه بکنیم. ولی به هر حال بالاتر از سرعت نور رفتن، این دیگه حدی هست که در طبیعت وجود داره. یعنی ممکنه یک نفر، یک نویسنده، یک چنین خیالی بکنه، ولی به این معنا نیست که حتما هر چیزی که ما میتونیم خیالش رو بکنیم این حالا بعدا رخ بده. و در واقع اصل کلام رو شما خودتون فرمودید که ما وقتی که با یه چیزی روبرو میشیم که توجیهی واسش نداریم، ما باید شروع بکنیم به پرسش گری که چه چیزی بوده که باعث این اتفاق افتاده، و به جای توسل به یک عواملی که نه شرحشون میشه داد نه میشه اندازهشون گرفت، یه جوری زحمت رو از سر خودمون باز بکنیم. در واقع حرف داکینز از اول کتاب همین بوده که وقتی ما یه چیزی رو به پدیده‌های ماوراءطبیعی نسبت میدیم و بعد میگیم ماوراءطبیعی چیزی هست که کلا اندازه هم نمیشه گرفت، ما اومدیم راه رو بر دانستن کلا بستیم. و این نکته اصلی میتونم بگم کل کتاب هست که ما به جای دلخوش کردن به افسانه ها و دلخوش کردن به توضیحاتی که با آوردن یک سری چیزهایی که اصلا حضورشون اثبات نشده، اندازه نمیشه گرفت، بخوایم چیزی رو توضیح بکنیم، در توضیح بدیم، در واقع در رو به روی توضیح بستیم. در واقع وقتی که چیزی رو نمیدونیم، ما باید اقرار بکنیم به ندانستنمون و اون یک نقطه آغازی باشه برای پرسش بیشتر. و چیزی که خیلی جالب هست داکینز میگه اینه که اگر که به این معنی هست که یک علم جدید کاملا به وجود بیاد، برای حالا به وجود آوردن یک تکنولوژی جدید که چیزی رو برای ما ممکن بکنه یا برای توضیح یک پدیده ای، به هر حال ما این چالش رو به جون میخریم و این راه رو میریم، به جای اینکه یک چیز رو خیلی ساده
به عوامل ماوراءطبیعه رفت بدیم، مثلا بگیم که اول دنیا به هر حال دیگه حالا رخ داد، یه نفر اراده کرد و کل دنیا رخ داد. نه، به جای اون بیایم پرسش مطرح بکنیم و چقدر چیزهای جالبی در مورد کل هستی میفهمیم، در مورد بزرگتر شدن کیهان میفهمیم، در مورد طول موجهای مختلف میفهمیم، در مورد همه چیزهایی که توی کهکشان راه شیری و از اون فراتر هم وجود داره چیزهایی رو میفهمیم. و اینها خیلی خارق العاده تر و بهتر از افسانه هایی هستن که میتونن یه جوری نقش یک توضیحی رو ایفا بکنن که در واقع توضیحی هم نیست. بله، خیلی سپاسگزارم از توضیحات شما. چون این فصل کتاب کوتاه بوده و فکر کنم که به نکات اصلی این که این بخش ما پرداختیم، حالا باز هم اگر آقای قرهداغی و شما توضیحات رو لازم میدونید برای دوستان بفرمایید. صداتون نمیاد. الان صدامو دارید؟ بله. عرض کردم جناب طماسبی اگه صحبتی ندارم، من یه کوتاه صحبتی دارم در رابطه با همین موضوع معجزه. من فکر میکنم که داوکینز به قصد این بحث معجزه رو برده آخر کتاب، یه جورایی در واقع جمع‌بندی کرده با این موضوع کتاب رو، چون تمام این مسائلی که مطرح شد مخصوصاً ابتدای هر فصل که به این موضوعات افسانه ها و اینجور مسائل می پرداخت، در واقع ما بیشترین افسانه هایی که توی طول تاریخ ازش یه مقداری ضربه خوردیم همین معجزات بودن. به قول نیل تایسون میگه که انسان در واقع نیاز شدیدی که برای دانستن داشته رو اومده با این افسانه ها و خیال بافی ها یه جورایی در واقع اون نیاز رو ارضا کرده و متاسفانه رو آورده به استدلال از جهل، یعنی در واقع از اون چیزهایی که میدیده، همجور که میگه دیدن متاسفانه یک دلیل علمی نیست برای پی بردن به یک موضوعی. به طنز هم تایسون میگه که متاسفانه توی دادگاه های ما بالاترین مدرک برای یک اثبات یک جرمی یا اثبات یک موضوعی دیدن هست، ولی دیدن به لحاظ علمی اصلا پذیرفته شده نیست. ولی متاسفانه حتی اون دیدن رو ما توی موضوعات تاریخی و افسانه هایی که داشتیم که یک نفر فلان چیز رو دیده و اومده تعریف کرده و این شده در واقع اصل اون موضوع. و همینطور خب ما همجوری که خانم بدیعی هم به یه موضوع اشاره کردن، آقای طاهری و عرفان حلقه و موضوعات دیگه ای که الان ما باش درگیر هستیم، و شاید الان یه مقداری خنددار باشه بعضی از اون چیزهایی که به نام معجزه توی تاریخ بهشون اشاره شده. مثلا حالا این دوستانی که باید به رئیس رؤساشون چیزایی که ما میگیم رو گزارش کنن، یه دقیقه اگه مثلا گوششون رو بگیرن، به طور مثال با الاغ رفتن به آسمون‌ها یا دیدن عکس یک فرد مذهبی توی ماه، خب اینا واقعا یه چیزاییه که الان خیلی از مردم قبول نمی کنن اینا رو، اما موضوعات جدیدی هست، موضوعات پیشرفته تری هست که میان با اونها خودشون رو درگیر می کنن. در واقع اینها من فکر می کنم خیلی بدتر از اون موضوعاتی هست که در واقع افسانه های کهن هستن. اونها رو شاید بشه الان با علم، با کتاب، با خیلی چیزهای دیگه بالاخره توجیه کرد که آقا همچین چیزی وجود نداشته، شما بیا به واقعیت بچسب. ولی خب موضوعات جدید متاسفانه خیلی از مردم میان و درگیرش میشن، همونجوری که این داستان فاطیما رو توی فکر میکنم پرتغال بود، خیلی دور نیست از زمان ما
اینکه 70,000 نفر اونجا جمع شده بودن که این معجزه رو ببینن و این رو اومدن و به هم تعریف میکردن، میگفتن بله همچین چیزی اتفاق افتاده. حداقلش 60,000 نفر از اون 70,000 نفر بودن بله اتفاق افتاده. این خیلی مثلا در دنیای امروز یا همین موضوعات UFO ها، UFO چیه این جدیدن اسم فارسیشو گذاشتن، خب اینا واقعا توی علم جدید، توی دنیایی که الان دیگه شبکه های اجتماعی و دسترسی به علم خیلی خیلی آسانتر شده، عزیزانی مثل آقای طهماسبی یا آقای هادیان که علم رو لاقل حتی به فارسی هم به زبان ساده دارن ترویج میدن، توی این دوره اگر توی اون مسیر قدم برداره انسان دیگه خیلی باید تأسف برانگیزه. ولی خب جای تعجبه که خیلی ها هستند و میرن دنبال این موضوعات. ولی خب عرض کردم این معجزه یه بازی بود توی ما توی بچگی یا تو کودکی اینا انجام میدادیم، یکی به یکی یه چیزی میگفت، یکی به یه چیز دیگه و آخرین نفر میدید اصلا هیچ ربطی به اون که اولی گفته نداره. الان ما بیایم توی موضوعات تاریخی، موضوعات علمی که امروزه باش درگیر هستیم، بیایم به اون چیزها استناد کنیم به جای اینکه به مسائل علمی، مسائل پایه‌ای که میتونه زندگی ما رو بسازه و تجربهش توی لاقلش توی خیلی از کشورها جواب داده، مسائل انسانی بپردازیم، بیایم به بعضی از موضوعات خرافه‌ای، بعضی از این چیزهایی که واقعا زندگی آدم‌ها رو نابود میکنه اونها رو بخوایم اصول زندگی قرار بدیم. فکر میکنم این دیگه این جادوی واقعیت کلن پودر میشه میره روی هوا. بیشتر حالا شما تا نظرتون چی باشه، این نظر شخصی من بود. به نکات خیلی مهمی اشاره کردید، خیلی خوب توضیح دادید، مخصوصا این خرافه مدرن شده دیگه، الان به سبک جدید شده. بفرمایید آقای. بله دقیقا. حالا آره این که آخر کتاب آورده دو تا مبحث رو میاره داکینز آخر کتاب که بیشتر فلسفی هستن، البته فلسفی که کاملا ریشه در تجربه داره، فلسفی هست که تجربه گراست و این نتایج رو در آخر کتاب میاره و خیلی پیوند زیبایی همجوری که گفتید کل این مطالب رو جمع و جور میکنه، پیوند زیبایی بین همه فصل ها ایجاد میکنه. حالا من نخواستم این مثال رو بزنم که صحبت رو کوتاه‌تر بکنم، ولی جالبه که میاد در مورد اون اتفاق اول، اون مثال اول کتاب صحبت میکنه که اون کارتای بازی که میارید، مثلا به شما یه سری کارتا میدن، شما از ته پیک دارید تا مثلا شاه همش هم پیک به ترتیب و نفر کنار دستتون هم از ته دل تا شاه دل، 4 نفر تو میبینید که همه این خالها کلش دستتون اومده و رو میکنید میبینید هر کنون یک خال رو کامل دارید. خب این احتمالش خیلی کمه که رخ بده، ولی اگر فرض بکنی که این اتفاق رخ داد، حالا همین مثال رو باز توی همین فصل آخر میاره، ما باید تصور بکنیم که یک سری نیروهای ماورایی وارد شدن و اومدن این کار رو ممکن کردن. این یک توجیه میتونه باشه. یکی این که ممکنه کسی که اینها رو بر زده خوب بر نزده، این هم یه توضیح دیگه. و یه توضیح دیگه میتونه این باشه که یه نفر شعبده باز خیلی خوبی هست و شعبده بازا رو ببینید، بعضیشون واقعا کارایی میکنن محیر العقول، یکیشون خیلی معروف جیمز رندی که با همین داکینز اینا خیلی دوسته، و یکی دیگه شون که واقعا خیلی خارق العاده است، یعنی شعبده بازیاشو که ببینید یه خاطره جالبی هم داره. آین جیمی سوئیس، اونم دوست داکینز، میگه که من اومدم یه شعبده بازی رو برای ریچارد انجام دادم و بعد اون گفت که ایت سوپرنچرال، این کلا ماورایی، یعنی خود ریچارد داکینز هم اینجور تعبیر کرده. وقتی که شما این ویدیوهای آین سوئیس IAN سوئیس رو نگاه بکنید، می‌بینید واقعا شاید چنین کارهایی هم ازش بر بیاد که یه سری کارتو بهش بدن کلی بر بزنه، یهو آخرش هر کدومتون ببینید که یک دست کامل گیرتون اومده. و جالبه که میاد
اون اتفاق اول کتاب رو به اینجا پیوند میده و بعد مجدداً هم مطرح میکنه و میگه خب هر چقدر هم انجام این کار سخت باشه، به هر حال اینکه یک تردست خیلی ماهری باشه، باور این خیلی ساده تر از این هست که بگیم یک سری نیروهای ماورایی اومدن و این کار رو ممکن کردن. بله دقیقا، واقعا اگر ما بدونیم، یعنی اون دیدن و علم داشتن، یعنی دیدن خالی باعث همون توهمات میشه و علم داشتن خیلی مهمه که پشت اون موضوعاتی که ما میبینیم اگر متوجه بشیم که چه علمی وجود داره، چه منطقی وجود داره، هیچ معجزه، هیچ افسانه‌ای تو دنیا نه رخ میده نه ثبت میشه، همونجوری که مدت هاست دیگه ثبت نمیشه، به خاطر اینکه هر چیزی که گفته میشه یا توسط افرادی دیده میشه نیازمند این هست که بیاد و آزمایش بشه و اثبات بشه. این بحث اثبات خیلی مهم شده، به خاطر این دیگه خیلی ها نمیتونن معجزه کنن. ولی خب با این تفاسیر باز هم آدم میبینه دیگه، آدم افسوس میخوره. مثلا چند وقت پیش یکی از این علما فوت کرد و مثلا چیزایی آدم میشنوه، طرف نمیدونم آب معدنی میمالن به اون تابوت طرف که بخواد مثلا کاری انجام بده. خب اینها مثلا نمیتونید شما بیاید این رو اثبات بکنید. شما اگر همچین چیزی وجود داره، خب چرا بیمارستان ها رو نمیبندید، یه تابوت بذارید اونجا، مردم بیار اونا رو یه آب معدنی بمالن اونجا و ببرن خوب بشن؟ خب به خاطر اینکه جواب نمیده، به خاطر اینکه این چیزها دورش خیلی زمانهای قدیم بوده که انسان نیاز داشته به امید، انسان نیاز داشته به خاطر اون، به قول بعضی از دوستان، انسان به خاطر اون تنهاییش، به خاطر عدم آگاهیش نیاز داشته به اینجور چیزها. ما قبول میکنیم، میگیم خیلی خب اشکالی نداره، در دوره‌ای از تاریخ بشر انسان از اون مدل زندگی حیوانی به این مدل هوشمندی رسیده بود و تو این هوشمندی تا حدودی متحیر بود و دنیا رو به یک شکل دیگه ای از نسبت به حیوانات دیگه میدید. ما میگیم خب خیلی خب، این تحیر باعث شد که خیلی کارا رو، خیلی اون داستانها رو بسازه، خیلی از این خرافات رو ایجاد کنه به خاطر غلبه بر اون تنهایی خودش. ولی الان که دیگه دوره این نیست که بخوایم دوباره بیفتیم دنبال اون موضوعات، بیفتیم دنبال این که از طریق خرافات خودمون رو التیام بدیم، به خاطر اینکه راههای بهتری هست، راههای مطمئنتری هست. وقتی خیلی اگر علم میتونه 95% یک موضوعی رو به ما توضیح بده، خرافات 0%ه. نه تنها توضیح نمیده بلکه ما رو گمراه میکنه. این دیگه اثبات شده از مشخصه. خب چه کاری ما خودمون رو عذاب بدیم بیشتر؟ احتمال من احساس میکنم که اون درد تنهایی، درد ندانستن خیلی در واقع سودمندتر از این درد هست که آدم توی این مسیر بیفته و این چیزها رو بخواد تجربه بکنه. این نکته‌ایه که واقعا خیلی‌ها توجه نمی‌کنن. حالا اینکه یه نفر با آب معدنی شفا پیدا کنه، یه نفر با دست مالیدن به نمی‌دونم اماکنی چیزی بخواد نیازهاشو برآورده کنه، یا کلن معجزه میتراشیم، تو این عصر هم هنوز معجزه میتراشیم که کفش‌های فلانی جلوی پاش جفت میشه، خب ما چرا نمیتونیم ببینیم؟ چرا این قابل ثبت نیست؟ الان که دیگه دست هر کسی یه موبایل هست، چرا تیول ارزهای فلان مبلغ دینی رو ما نمیتونیم ثبت کنیم؟ خب اینا خیلی ساده ثبت کردنش، الان لزومی نداره ما باور کنیم. سریع میتونیم بگیم خیلی خب، ما خوشحال میشیم اگر همچین چیزی اتفاق میفته، ما هم ببینیم و ما هم بتونیم از اون استفاده بکنیم. اگر همچین امکانی هست، خب باید ما خوشحال بشیم و بتونیم ازش استفاده کنیم. چرا فقط در انحصار اون اشخاص باشه؟ بیارن ما به درد جامعه بخوره دیگه. اگه قرار هست فقط صرفا دکوری باشه، اینجور کارها، اینجور در واقع محسنات، به درد کسی نمیخوره. اگر واقعا کاربردی هست، بیارید تو بطن جامعه، بیارید ما استفاده کنیم ازش، چه ایرادی داره؟ خب یه مسئله دیگه هم هست آقای قره‌داغی، شما فرض بگیرید که من اینو عیناً دیدم،
یک مادری بچهش به یک بیماری لاعلاجی مبتلا میشه و بعد اینو میبره بستری میکنه، کلی هزینه میکنه و میدونه که خب به هر حال پزشکان از طریق علم میتونن بچهش رو مداوا بکنن، ولی این بیماریش مثلا یه بیماریه که هنوز علم بهش نرسیده و جوابش میکنن، میگن از دست ما کاری بر نمیاد. خب برای اون مادر خیلی سخته که به همین راحتی رو بپذیره که بگه او، یعنی واقعا، و میره متوسل میشه به هر طریقی، حتی اگر یک مادر خرافاتی هم نباشه، منطقی باشه، علمگرا باشه، برای اینکه اون تنشی که در اون ایجاد میشه، اون استرسی که داره رو یه مقداری التیام پیدا بکنه، به خودش آرامش بده، میره متوسل میشه به امامزاده، نمیدونم هر کسی رو میبینه میگه برای بچه‌ام دعا کنید فلان. بعد میبینید حالا به صورت رندوم، نه همه، یه دفعه اتفاق میفته اون مقاومت بدنی اون بچه یه طوریه که میتونه اون بیماری رو از رفع بکنه. بعد اونجاست که مادر میاد میگه آه ببین این یه معجزه بوده، حتی دکتر هم جوابش کرده بودن یه معجزه است، و این باعث میشه که بعد بیاد اون رو تکرار بکنه، حتی توی رسانه ها بیاد این رو توضیح بده، بگه این معجزه است، در صورتی که خب شاید علمش نرسیده، اون مقاومت به هر حال باعث شده که حالا به صورت رندوم عرض میکنم و نه اینکه همه اینجوری بشه توسل. قضیه اینه که این اتفاق قابل تکرار هم نیست. وقتی که ما روشی رو داشته باشیم که واقعا جواب بده، مثلا اینکه ماهواره رو به آسمون پرتاب بکنیم، هر بار که اون هزینه رو انجام میدن، اون محاسبات رو انجام میدن، این کار رو تکرار میکنن، این اتفاق میفته. ولی و توی درمان هایی که واقعا ثابت شده، مثلا یه چیزی مثل شیمی درمانی رو که موفقیت خیلی کمی داره و اتفاقا خیلی هم در موردش بحث میشه و نگاه های مختلفی در موردش هست، نمیگم، ولی مثلا یه درمان هایی برای بیماری هایی، مثال خوبش مثلا توی شکست بندی و اینها میبینیم چقدر پزشکی موفق بوده توی اتفاقاتی که یک هایی میفته، و بعد هر بار که یه پایی میشکنه شما میدونید که باید چی کار بکنید، چجوری این خوب بشه، به چه پزشک مراجعه بکنید، اون پزشک باید چی کار بکنید که اون پا خوب بشه، و هر بار که این اتفاق میفته یک پروسه خاصی رو در پیش میگیرن و اون پروسه جواب میده و این تکرار پذیره. اما وقتی که یک نفر، من برای چیزایی میگم، روش هایی میگم که خیلی جا افتاده و کاملا پذیرفته شده است، ولی وقتی که شما این بگید که نمیدونم از فلان جا آب معدنی رو به فلان حرم اینها مالیدیم و بعد به بچه دادیم خوب شد، آیا یه نفر دیگه که همون مشکل رو داشته باشه اون کار رو انجام بده باز خوب میشه یا نه؟ این تکرار پذیری رو نداره و یعنی کلا نه یک بیان علمی هست و نه یک راه به درد بخور و نه یه چیزی که بتونه گره این از کار کسی باز بکنه، چون که اتفاقی یک بار این اتفاق رو شما دیدی و عاملش اون نبوده، چون که تکرار پذیر نیست یعنی عاملش اون نیست، و چون که عاملش اون نیست گرهی رو باز نمی کنه، به کس دیگری کمک نمی کنه. بله کاملا درسته. حالا این بعد اون بحث منطقیشه و ما خانم بعدی اشاره کردم به بحث التیام پیدا کردن. ببینید درسته یک نفر شکست میخوره تو زندگی، با خیلی چیزا التیام پیدا میکنه، با الکل یکی التیام پیدا میکنه، با مواد مخدر یکی التیام پیدا میکنه، ولی اینها هیچ کدوم راه نیستن، راهکار نیستن. بحث مهم اینه که اینکه شما متوسل میخوا آقای ریچارد دامکینز، ببخشید میونه حرفتون پریدم، آقای ریچارد دامکینز گفته بود که هر چیزی میتونه آرامش بخش باشه، مواد مخدر، اما اینها چاره کار نیست، همون چیزی که اما شما دیگه توضیح میدید. ببخشید وسط حرفتون پریدم. بله خواهش میکنم، نکته خیلی خوبی بود از آقای دافکینگز، دقیقا همینطوره. خب به هر حال ما با خیلی چیزا ممکنه التیام پیدا کنیم، ولی آیا این التیام پیدا کردن التیام واقعیه؟ جواب مسئله است. مهم اینه که خب به قول شما یه نفر میاد در بین این افراد، یکی میاد شفا پیدا میکنه، حالا اسمشو میذاریم شفا، یا بر اساس اتفاق یکی از اونها که اصلا قرار بوده به هر حال بدنش قوی تر باشه، مقاومت کنه و خوب بشه، میاد خوب میشه. و
خب این شانس هست. این اگر ما یه پیش بینی چیز داشتیم نسبت به آینده، میدونستیم که این چه بره توی یه جایی این کارا رو بکنه، چه اینکه حتی بخوابه تو خونه، این بالاخره خوب میشد. پس این کمک میکنه، استراحت میکنه، سیستم ایمنیش قوی تر میشه. بله دقیقا. خب این جواب اون مسئله نیست در واقع، این جوابی نیست که ما قرار بوده از اون روش بگیریم، این در واقع خودش این کار قرار بوده انجام بشه و حالا یه نفر یه کار اضافه ای هم کرده، مثل اینه که مثلا مادری بره، حالا نمیگی مثلا متوسل بشه، میگه میره الکل میخوره، یه مادری میره الکل میخوره میگه من بچه‌م خوب بشه، حالا اتفاقی این وسط بچه‌ش هم خوب میشه. خیلی چیزای دیگه ما تو زندگی همینجوری هست. من دوستی داشتم که صبحا مثلا میگفت اگر چهره این همسایه رو من ببینم تا شب روز بعدی خواهم داشت. این اینو شاید ما خیلی مثلا به چشم حتی یه شخص مذهبی به چشم خرافه ببینه، ولی در واقع اون موضوع دیگه ای هم که اون شخص اعتقاد داره بهش، اونم دقیقا این همین میمونه. اون که مثلا یک نفر رو دیدم یا با یه نفر روبرو شدم دم صبح، چه تأثیری میتونه توی زندگی من داشته باشه؟ بعد میان فلسفه بافی میکنن، میان عرفان پیدا درست میکنن براش، میان راهکار درست میکنن، به کهکشان شما امواج بفرست، امواج میاد برای شما کمک میکنه، اگر اون شخص رو دیدی اون امواج خوب کار نمیکنه، اون امواج شما با امواج اون شخص قاطی میشه، بعد اینا میرن یه مزخرفاتی میبافن که فقط این که صرفا این راه درسته، ولی زمانی که جواب نداد پس شما ایراد داشتی. این خیلی نکته ای هم هست که تو خیلی جاها به کار میره، این که شما نتونستی، یا شما اون گیرنده رو نداشتی، یا شما استعداد اون در واقع گرفتن اون نیکی رو نداشتی، به خاطر اون گیرت نیومده. نمیگن این راه من غلطه، نمیگن من با در واقع با دوچرخه نمیتونم فضا نوردی کنم، ولی میگن که شما دوچرخه سواریت خوب نبوده، وگرنه میشه این کارو کرد. این مشکلاتیه که ما توی بحث معجزه و اینجور چیزا درگیرش هستیم. بله خب حرف زیاد شد، فکر کنم زمانمون یکی دو دقیقه وقت داریم. من فقط توضیح بدم که ضمن اینکه این جلسه آخر بود، حالا نمیدونم جناب تماسبی چه تاریخی شما فرصت دارید که برنامه بعدی رو بتونیم به عنوان جمع‌بندی این 12 جلسه‌ای که با هم داشتیم، به عنوان یک در واقع برنامه جمع‌بندی با حضور دوستان عزیز، چون من امروز هم دیدم که خیلی از عزیزان می‌خواستن مشارکت بکنن توی بحث‌ها و نظر بدن، میتونیم یه جلسه رو داشته باشیم با هم که ضمن اینکه جمع‌بندی بکنیم موضوعات کل کتاب رو، دوستان عزیزم بتونن شرکت بکنن و نظر بدن و با هم در واقع جمع‌بندی کنیم کتاب رو. بله بسیار مایلم که این کار رو بکنیم و حتی در ذهن دارم. قضیه این هست که این روزهای پایانی کار من روی کتاب Unveiled نوشته یاسمین محمد هست که عنوانش به فارسی میشه بی نقاب. حالا تو اینجا این کار به نتیجه رسیدم که بی نقاب ترجمه مناسبه واسش هست، که باز هم با همکاری پروژه ترجمه است که دارم سعی میکنم کارهای پایانی روش انجام بدم و حتی این روزها کلن فضای مجازی نیومدم. این اولین باری که اینترنت روشن کردم که بیام، روی گوشی اینترنت روشن کردم که بیام، دست به گوشی بردم و وارد اصلا روی اینستاگرام کلیک کردم، واسه همین لایف بود. تا حال و حوش یک 20 روز دیگه ای خیلی شلوغ خواهم بود، اما پس از اون خیلی مایلم که حالا دوستانی هم که دوست دارن که توی لایف شرکت بکنن، به سر بالا بیان و صحبتشون رو بکنن، چون که به خاطر وقتی کم اینستا این فرصت پیش نیومد. حالا روی تلگرام خیلی این فرصت بهتر بود که اونجا هم فیلترینگ ما نمون بود، اینجا فیلترینگ نیست، یکم راحت تره و به خاطر وقت محدودش نتونستیم. امیدوارم که بتونیم یک روزی پس از اون 20 روز که حالا باهاتون هماهنگ خواهم کرد، خیلی خوشحال میشم که در خدمتتون باشم و صحبت تکمیلی بکنیم در مورد سوالاتی که عزیزان مطرح کردن و حتی اگر خواستن بیان بالا و حرفاشون رو بزنن. خیلی هم عالی.
بله، ممنونم به خاطر این فرصت هایی که در اختیار ما قرار میدید و لطف میکنید. به هر حال استفاده میکنیم از صحبتاتون همیشه. ما هر زمان که از شما درخواست کردیم قبول زحمت کردید و لطف کردید و برنامه ما شرکت کردید. حالا برای برنامه بعدی هم حتما هماهنگ میکنیم که با هم یه برنامه تکمیلی برای این 12 جلسه داشته باشیم. خواهش میکنم، مایه افتخاره. من هم خیلی خوشحالم که این فرصت داشتم در خدمت شما عزیزان و حضار گرامی باشم. ممنونم از شما آقای طهماسبی و همه دوستانی که ما رو تا آخر همراهی کردن، خیلی ممنون. یک عزیزی پرسیده بودن که برنامه قبلیش رو کجا میتونم تهیه بکنم، تماشا بکنم، که در کانال آبای بوف هم به صورت صوتی هم به صورت کلیپ و توی اینستاگرام هم که این برنامه های قبلی هم همینطور سیو شده، آقای قرارداد زحمتش کشیدن و سیو شده، میتونن بررسی بکنن، نگاه بکنن. خیلی ممنونم از شما آقای طهماسبی که همیشه محبت بکنید، وقت میگذارید، و از آقای قرارداد ممنونم که این فرصت رو برای ما ایجاد میکنن. امیدوارم که هر جا هستید همیشه سلامت باشید. از حضور شما مرخص میشید. بله، ممنونم. طبق همیشه در پناه خرد باشید.